یکم کورس کار نامفعی که آقا یکی رو دیس کنی آقا خون بچه که از ابیات نه اینجوری قوی تر دیس میکنی ما تو انتظار داشت. مرسی که ویدیو رو لایک میکنی، میدونی که خیلی دوستت دارم. دمت گرم با معرفت. های گایز، چطورین؟ من اومدم با ترک سوم از آلبوم فدایی به اسم میگیری. بریم و بیاییم تا ویدیو رو سریع شروع کنیم. معطلی خودتون میدونید که لایک و سابسکرایبتون و کامنت انگلیسیتون خیلی برای من مهمه. دیگه تکرار نمیکنم. فقط یه چیز رو میخوام بگم. یکی از بچه‌ها اومده بود زیر ویدیو قبلی، اونی که اول رفته بودم، نوشته فدایی تو فرانسه به دنیا اومده، تو سن 12 سالگی تا 18 سالگی فرانسه بوده. همین حدودا از 12 سالگی تا 18 سالگی اومده ایران، فقط اومده ایران. و وکیل مهاجرت چیه؟ اینا حرفا چیه داری میزنی؟ بچه ها مگه تا جایی که میدونم نگفتیم که فدایی رفته پناهنده شده توی کشور فرانسه؟ چیزی که من شنیده بودم و من کلی تا حالا این همه تیکه که گفتن گارسونه و بعد نمیدونم دنبال کیس حالا مهاجرتی از طریق این مخالف بودن با رژیم و اینا حالا بر من سوال شد طبق کامنتی که علی گذاشته. اینو یکی بیاد بر من واضح کنه. تمام دیدگاه منو تو دچار تغییرات کردی، من تا الان چیز دیگه ای تصور می‌کردم. بیاید بر من تو کامنت ها بنویسید. خب بریم شروع کنیم. فدایی قویه، انفجارا شدیده، ابراهیم رئیس چقدر باحال بود آقا. سبکش خیلی تغییر کرد دوباره. اسماعیل هنیه، بعدی خود علیه، لفظا ممه پدیده، بدخاک ناپدیده، سلیته میگیری تو همه، هرچی فکر میکنی راجبم بدون من فراموش. چقدر عوض شد سبک، خوشم اومد. میشم من تا زیر خاک سر، خودکارم سیاهه و کاغذم چاه نفت، میخوام پادشاه بشم با تاج من، میگیری خون به پا میشه، خم بشه انگشت اشاره، میافته چند تا پوک کناره یه جنازه، جا میشی تو صندوق مهمی اندازه قناسه، تزون محل ما صدای کلاش، میگیری دک خم بشه انگشت اشاره، خون میچکه، اراده کنم. من تو زدم بچه بود و برو. یه بار دیگه هم گفت با تاج من تو قبلی هم گفت. من تو زیر خاک سرد، خودکارم سیاهه و کاغذم چاه نفت، میخوام پادشاه بشم با تاج من، میگیری خون به پا میشه خم. اینو دوباره هم گفت میخوان پادشاه بشن با تاج من، خون به پا میشه خم بشه انگشت اشاره، میافته چند تا پوک کناره یه جنازه، جا میشی تو صندوق مهم نی اندازه قناسه، تزون مح... آقا سبکش سبک چیزه، سبکی سبکی گادپوریه، من فکر کنم این دیس گادپوریه، نمیدونم درست دارم فکر کنم یا نه. تزون محل ما صدای کلاش، میگیری دکمتو زدم بچه بودم برو سیک دیری، مثل مگس فقط با یه تلنگرم گیش میشی. آره آره آره، این سبکه داره چیز میکنه، ببین حرف بدی نمیزنه ولی داره دیس میکنه و تو سبک خودش. و مهیار چقدر مهیار قشنگ بیتو زده. برو سیک دیری، مثل مگس فقط با یه تلنگرم گیج میشی، اینجا نمیتونی بری بالا با زیر میزی، جیگیلی هیچ اومدی هیچ میری، میگه تو با زیر میزی اومدی بالا، جیگیلی هیچ اومدی هیچ میری، میگیری دیگه بهت زن نمیدن ولی خودتو میگیری. اوه میگیری، خود خودشه، خود خودشه، خدا رو گاد پوریو دیسه. استیدی بی سکس نمیشه ولی خوب تو میگیری، شب منزل لخت ترکیه ولی صبح تو میگیری، خواهی مالا میپرستن ولی با... اون بیماری مقاربتی رو میگه بدونه که میگه این بیماری تو بدونه زید نمیتونی بگیری ولی تو میگیری. خوب چرا؟ تو میگیری دیگه بهت زن نمیدن ولی خود تو میگیری، استیدی بی سکس نمیشه ولی خوب تو میگیری، شب منزل لخت تر... شب منزل لخت ترکیه، منزل یعنی دوست دخترشم که تو ترکیه لخته، ولی خب تو صبح اونو میگیری، یعنی میگیری ازدواج میکنی باش،
تو که قبلش داری میگی نمیتونی. دیدی بیسکس نمیشه ولی خب تو میگیری، شب منزل لخت ترکیه ولی صبح تو میگیری، خای مالا میپرستن ولی با تو میگیری، دیگه به زن نمیدن ولی خای مالا میپرستن هم بال گفت چون گادپوری خودشه، خای مالا میپرستن ولی با تو میگیری، دیگه به زن نمیدن ولی خود تو میگیری، استیدی بیسکس نمیشه ولی خب تو میگیری، شب منزل لخت ترکیه ولی صبح تو میگیری، خای مالا میپرستن ولی با تو میگیری، بوت تو میگیری، یعنی تو خودت داری یه چیز دیگه خدایی رو که بوتش کردن میگیری. یکم از نظر مفهوم نفهمیدم چه اونجا که داری میگه ترکیه چرا؟ خای مالا میپرستن ولی بوت تو میگیری، نفرت خودش یه مریضیه، ما واسه کارامون هیچ فخیش که نمیگیریم تاییدیه، نمیتونی جان باشی فشار میخوری، خوبی نجیب نی که طبیعیه بدیهیه میگیری میدیدی. اوه همون خود چیزو داره میگه گادپوری، و اینکه گادپوری خب خیلی اغلب دیس کرده، میگه نفرت یه بیماریه. ورژن چینیه بیلیتی من ویکیلیکس، تو درد قیبت و بیبیتی، مگس دور شیرینی تش موقع پوشه مردم بدم شستم و بیلیسی، زیر پیقی میگیری با صد و دو بگیری، الو الو چی دیدی سیم چیدن تاریکی چین پیقی فای خدا خوش آمد چرا من از الو شقا خوش آمد بدم شستم و بیلیسی، زیر پیقی میگیری با صد و دو بگیری، الو الو چی دیدی سیم چیدن تاریکی چینی، رو تن اسم کنی تیزی حرف نزم میمیری، قد میشه بی 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 برمیگردی میبینی، میرینی لکنت میگیری، میگی میخوای چی چی گافتن دو لکنت میگیری بای بالو، قد میشه بی 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 برمیگردی میبینی، میرینی لکنت میگیری، میگی میخوای چی 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 گافتن دو کلیدی، تو بعدش نپرس چی میشی، صحنه سازی چیزی نی به گوشت رنج تیریدی، میگم پات پیچید لیزیدی فازک و لیلیلی، راست میشه بگیری، دیگه بهت زن نمیدن ولی خودتو میگیری، استیدی بی سکس نمیشه دیگه خودتو میدونی دیگه آقایون محترم، حالا میپرستن ولی با تو میگیری، دیگه بهت زن نمیدن ولی خودتو میگیری، واو ولی خودتو میگیری، ولی خب تو میگیری، شب منزل لخت ترکیه ولی صبح تو میگیری، خای مالا میپرستن ولی با تو میگیری، دیگه به زن نمیدن ولی خود تو میگیری، استیدی بی سکس نمیشه ولی خب تو میگیری، شب منزل لخت ترکیه ولی صبح تو میگیری، خای مالا میپرستن ولی با تو میگیری. دو تا دونه چیز دارم، دو تا دونه انتقاد دارم به این یکی. اولا که کورس کافکم سه بار تکرار شد، خیلی زیاد بود فکر کنم، و اینکه یکم کورس کار نامفهوم، این که آقا یکی رو دیس کنی آقا خون به چه که از ابیات، نه اینجوری قوی تر دیس میکردی، ما تو انتظار داشتیم. حالا الان طرفداری گاتوری میان من لحیم کنم، ولی کلن اگه قرار بودی که این دیس باشه دیس میکردی دیگه، یه در ملایم بود. از فدایی انتظار خیلی محکم تری داشتم، ولی خوب بود، اینم قشنگ بود و قشنگ تو رو بیت خود طرف اینجوری هم دیگه، مهدیارو خوب زده بود، لحن فدایی اصلا معلوم بود. و اینکه بریم ترک بعدی. مرسی که ویدیو رو لایک میکنی، میدونی که خیلی دوستت دارم، دمت گرم با معرفت، بدرود.